سلام بچه ها، به چنل یوتیوب من خیلی خوش اومدین. من برگشتم با پارت دوم ویدئوی یادگاری های مامانم. اگه نمیدونید قضیه از چه قراره و چه اتفاقی افتاده، حتما پارت یک رو ببینید. تو ادامه ویدئو میخوام عروسک هایی که مامان عزیزم بافته رو همونجور که بهتون قول دادم بهتون نشون بدم و امیدوارم شما هم مثل من از دیدنش رو لذت ببرید. خب، اولین چیزی که میخوام بهتون نشون بدم این ست پیر زن پیر مرده که یه سال مامانم بافته بود برای سفره شب یلدا. این پیر مردشه، اینم پیر زنشه. همشون موجه دارن، ولی خب توی این جا به جای کردن و اینا یه ذره موجه هاشون خراب شد. حالا بعدا خودم درستشون میکنم. میبینید چقدر خوشگلن؟ خاله پیر زن و آقا پیر مرد. خیلی مامانم این دوتا رو دوست داشت و دلش هم نمیخواست به هیچکی بده، برای همین من اینا رو از همشون بیشتر دوستم و حسابی مواظبشونم. بعدیش این دوتا خوشگل خانومان که ببینید چه موهای گوگولی داره. موهاش مثل موی طبیعیه. اینا رو مامانم کلاگیس گرفته بود بعد میبافت برای اینا. این یه دونه ولی موهاش از جنس خود کانواس. این دوتا هم خیلی خوشگلن. درسته که بافته برای ویهان، ولی ویهان الان قدر اینجور چیزا رو نمیدونه. میدونم اگه بهشم بدم میزنه خرابشون میکنه، برای همین فعلا بهش ندادم. این اگه میبینید لباش اینجوریه به خاطر اینکه پسونک هم داشته. حالا نمیدونم پسونکش کجاست، ولی این دوتا خوشگل خانوما هم خیلی گوگولی و نازن. این خانم خوشگله که سیاه‌پوسته و جوراباشو ببینید چقدر خوشگل و گوگولیه. این موهاش هم تازه فرفریه، سیاه‌پوسته دیگه. اینم توی جا به جایی کردن ها یه ذره این موجه هاشون خراب شده، ولی من به موقعش به یه جای درست و درمون که رسیدیم، کشور بعدی که رسیدیم، همه اینا رو درست میکنم، میچینم توی کمد. بعدیش اینه که خیلی ظریف و خوشگله. ببینیم مثل عروسک باربیه. بعد چشماشو نگاه کنیم بچه ها، با خود کانوا مامانم حالت گلدوزی برش چشم بافته. خیلی خوشگل و نازه اینه. بعدیش این خانواده خرسان که بابا هست و مامان و دخترشون. تا جایی که یادمه این یه پسرم داشته، حالا پسرش نیست، نمیدونم کجاست، شاید هم اصلا از ایران برام نفرستاده باشن، ولی اینا هم یه خانوادن کنار هم دیگه. خیلی خوشگلن. حالا بعدا این همه اینا رو از نزدیک بهتون نشون میدم که جزئیاتش رو بتونید ببینید. دوتای بعدی این دوتان که مخصوصا اینا رو برای ویهان بافته بود، ولی خب میگم ویهان هنوز خیلی کوچیکه و اینا خیلی ارزشمندن، برای اینکه خرابشون نکنه فعلا ندادم بهش. ببینید چشاشو، موجهاشو ببینید چقدر خوشگله. این دوتا هم دوتا عروسکایی که مامانم بافته. بعدیش این نینی کوچولی گوگولیه که پسونک هم داره و این فیله که خانوم فیله، خوشگلمونه با این لباس چینچینی صورتیش. اینم یه دونه جغده که چون مامانم میدونه من عاشق جغدم، اینو برام بافته بود. بعدیش هم این عروسک است که خیلی خوشگله، جای قیچی و وسایل خیاطیه، یعنی این روپوشی که تنشه داخلش قیچی و وسایل خیاطی میذاریم. از خودش هم میشه به عنوان مثلا از این قسمت سرش به عنوان جای سوزن استفاده کرد که من دلم نمیاد هیچ وقت چیکاری باش بکنم. خیلی خوشگله اینم. اما قشنگترین یادگاری مامانم این خوشگل خانومه که مامانم برام بافته. این بچه ها جعبه جواهراته و اگه این قسمتشو بردارین داخلش میتونین هر چیزی که دارین بذارین جواهراتتونو، و بعد اینجوری این میاد روش و اصلا پیدا نیست که چیه. خیلی خوشگله. اینم الان دلم نیومده ازش استفاده کنم، نگهش داشتم که یه روزی اگه خونه خودمو داشتم، میز آرایش خودمو داشتم، اینو بذارم روی میز آرایشم. ببینید چقدر خوشگله. بعدیش این خانم عروسک خانم است که با لباس محلیه، نمیدونم حالا لباس لوریه یا لباس شیرازیه، نمیدونم. اینم خیلی خوشگله. اینم عروسک حاجی فیروزه. من یادم بچه که بودم مامانم یه دونه از این عروسک ها برام درست کرده بود با پارچه، بعد من خیلی دوستش داشتم. با خودکار روی صورتش برام چشم و ابرو و دهن کشیده بود، بعد یه جای افتاده بود آب ریخته بود رو صورتش، این پخش شده بود جوهرای توی صورتش. مامانم اومد صورتش رو برای من دوباره عوض کرد، یه پارچه دیگه آورد، یه صورت دیگه براش گذاشت، ولی دیگه دوستش نداشت. یعنی احساس میکردم چون چهرهش عوض شده، عروسک خودم نیست، دیگه خیلی باش بازی نمیکردم. خلاصه که این عروسک الان برای من یادآور دوران کودکیمه
ببینید چقدر خوشگله، زرزری. خودم که با دیدن این عروسک ها و یادگاری های مامانم واقعا رویم عوض میشه. امیدوارم شما هم از دیدنش خوشتون اومده باشه و از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین ممنون میشم حتما لایک کنید و کامنت بذارید. در ادامه ویدیو عروسک ها رو از نزدیک و با جزئیات بیشتر بهتون نشون میدم. خیلی دوستتون دارم، میبوسمتون، تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.